سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. موږ له طالبانو سره د سولې په هکله خبرې کولې، خو اوس به د ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله ترمن سوله څوک کوي. دا د نن نه وروسته ښایي د سولې په عمومي چوکاټ کې تر بل ډیرو مسایلو تود بحث وسي، کله چې کابل په دوه عمومي جبهو ګاونډ په ګاونډ د سفیدار او ورګ ماڼیو ترمنځ ویشلی وي. نو بیا طالب چې په ویشلي او پاشلي ډول په افغانستان کې په تحرکاتو مشهور دی، او دوی عملاً دا ښودلې ده اتلس کلونو کې. بل لور ته امریکا سره هم توافق نهایي دی، او د سولې لاره هم باید مشخصه شوې وای. که څه هم ولسمشر غني وایي دی به د سولې په هکله سبا یو ځانګړی فرمان صادر کړي چې په هغې کې به وخت، ټیم، ځای او دغه راز د سولې د نورو اړخونو، احتمالاً د شپږ زره بندیانو د خوشې کېدو او تبادلې مسله هم مطرح وي وړاندې کوي. خو اوس چې کله سپیدار ماڼۍ څوک نه خوشي کوي، او صدارت ماڼۍ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال مقر او ځای بلل کیږي، هغه هم د ډاکټر عبدالله د ټیم لومړی مرستیال ورځي، نو دا مسایل به اوس څوک جوړوي او سوله به په دوی کې څوک رامنځته کوي؟ دا یو بل جدي بحث دی چې نن د دوه هم مهالو لوړې مراسمو وروسته په اذهانو کې تاویږي. دا چې د دې لوړې مراسمو په هکله نور به تاثیرات څه وي، له شک پرته په همدې بحث کې پرې تم کیږو. خو ویل کیږي چې د پلاوي په تشکیل کې ولسمشر غني خپلې څرګندونې کړې دي، او د دوی لست تکمیل دی. همدغه رپورټ ستاسو مخې ته. د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک له مخې ټاکل شوی چې د کپ په شلمه د افغانانو خپلمنځي خبرې پیل شي، خو د حکومتي پلاوی د جوړښت په هکله تر اوسه د کوم پرمختګ خبر نشته، او نه هم د طالب زندانیانو د خوشي کولو برخلیک معلوم دی. دلته د لوړې له مراسمو سمدستي وروسته ولسمشر غني ټینګار وکړ چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو لپاره به سبا حکومتي پلاوی اعلان کړي. هیئت مذاکره کننده تا فردا نهایی می شود. سپیدار مانای کسه هم د افغانانو د خپلمنځي خبرو لپاره د تیاری خبره کوي، خو وای چې تازه راوراړی شوي لانجې د افغانانو په خپلمنځي خبرو سیوری غوړولی دی. احتمال هست، ولی اراده ما برای که برنامه به موعد شروع شوه و همکاری لازم بکنیم سر جای خود. برای که مذاکرات به تعویق میفته یا فدا در ناروی یا جای دیگه میشه، اینقدر معلومات نداریم. او کار خودشان است، اما راجع به تعیین هیئت برجسته باشه. سیاستوال هم وایي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني او عبدالله د لوړې مراسمو د افغانانو خپلمنځي خبرې اغېزمن کړي دي. بین الافغاني خبرې باید شروع شي، دغه د بندیانو خوشي کېدل هم د بین الافغاني خبرې یوه برخه باید وي. داسې ویرې شته چې ښایي روان وضعیت به د سولې فرصت هم له منځه یوسي، او هیواد به له یوه ناڅرګند برخلیک سره مخامخ شي. تر دې وضعیت کوم لور ته درومي په همدې مسلو تمکی وګورو. اسرا په سټوډیو کې دا شیبا درې ښاغلي میلمانه دي، د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلاتوال، د سیاسي چارو تحلیلګر نادر شاه احمدزی، او د سولې کور بنسټ د رهبرۍ شورا غړی رحیم جامی دي. درې ورته ډېر ښه راغلاست. کور مودان چې زموږ بل نمبر منلې ده. احمدزی صاحب، بحث به له تاسې پیل کړو. دوه د لوړې مراسم او دا جنجالونه چې تاسې وکتل، ولسمشر په ډېر برم سره غږېده، او موږ ولیدل راکټونه څنګه په بې باکه ډول د ارګ ودانۍ ته، هماغه ځای ته چیرې چې تقریبا ډېر نږدې دا مراسم روان ولګېدل. په همسایګۍ کې د سپیدار ماڼۍ یو دیوال خط منځ کې، او هلته هم د لوړې مراسم. بسم الله الرحمن الرحیم. از همه اولتر سلام و احترامات خویش از طریق تلویزیون محترم آریانا نیوز به همه شهرونده عزیز تقدیم میدارم، بلخصوص میهمانان عزیز در میز و کارمندان محترم تلویزیون. و قدم دوم درود فراوان به شهدای افغانستان که در 40 سال به انواع گوناگون تحت قیادت های مختلف و بهانه ها و یا سیاسیون مختلف به جنگ پیش شده و شهید شده، برایشان درود میفرستم و از جوانان آینده میخوایم که دیگه قربانی همچون سیاسیون نشه. موضوعی که شما پیشتر گفتین، دو تعلیف ما شما روی همین میز تقریبا یک هفته قبل هم بحث کردیم که بالاخره اگر اینا با هم به توافق نرسه، حکومت های موازی به نتیجه خواهد بود و نتیجه نداره، و کوشش زیاد در امی بود که یا رأی ابطال شوه اگر یادتان باشه، و حتی جامعه جهانی هم در اون زمان گفت سفیر ایالات متحده جدید که آمده بود 16 فیرش که تال سفیر نیست، یا هم می حرف زده بود
که ما تحت نظارت داریم موضوع را که موضوع رأی تقلبی و مسائل. خب شرایط طوری شد که پیش آمد که از یک طرف موضوع پروتکل طالبان زود صورت گرفت با ایالات متحده آمریکا و اونجا دونالد ترامپ هم مجبور و مکلف است که به تعهدات خود وفا کنه و طالبان هم به تعهد خود وفا کنه که یکی از شرطهایش همین موضوع ده مارچ همین چیز است، تبادله اسرا است. تبادله اسرا 6000 زندانی که 5000 از طالبان رها میشه و 1000 هم از دولت نیروهایی که در اونجا اسیر هستن و یک تعداد هم خارجی ها هستن از قوای ائتلاف. در اگر شما یادتان باشد قبل از این حلف وفاداری آقای محمد اشرف غنی گفت که این خط سرخ مازه، اما امروز گفت که فردا فرمان میته و ما و شما هم 3 روز قبل هم در این میز ما گفتم که فرمان زود داده میشه، چرا که بایومتریک 4 روز 5 روز قبل شروع شده بود. خب شما از کجا میدانین در فرمان چی است؟ چون جزئیاتش را نگفتن. ما یک حرف برتان میزنم، کسی خواهد نخواهد، چی آقای اشرف غنی باشه چی هر کس باشه، این 5000 زندانی رها میشه. این تعهد ایالات متحده آمریکا در گرفتاری از اونها بخش های ضد توریسم بین المللی کار کرده و اونها گرفتارش کردن و به بودجه از اونها به مصرف رسیده که ادارات امنیتی، یعنی فردا متوقع است این چنین یک کارش. شما شاید خود بودین اما روی این فرمان مشخصا صحبت های دیگری هم خواهیم داشت. آقای احمدزی، جناب قلاتوال صاحب، اوس مکتا سوله دا اوس لومړیتوب چا سره دی؟ طالبانو سره که درګه او سپیدار یا د ډاکټر غنی او عبدالله تر منسوله؟ د لوی مهربان خدای په نامه لومړی تاسو ته قدرمنو حاضرینو ته او محترمو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. مخکې له دې نه چې زه په دې ارتباط باندې چې سوله له چا سره د ځواب ویم، غواړم چې فقط یو لنډکۍ تبصره ولرم د انتخاباتو په ارتباط باندې. انتخابات د افغانستان د اساسي قانون د 156 مادې د حکم په اساس باندې دایر شول او دا مسجل او واضح خبره ده چې د هر انتخاباتو د تدویر او د پایلو د اعلان صلاحیت یوازې کمیسیون لري چې دغه سره جخت د انتخاباتو قانون لرو او په قانون کې هم وضاحت موجود دی. هغه قانون چې د 1300 فکر کوم چې 1590 د دلوي په میاشت کې د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې نافذ او مریول اجرا دی، دغه پر رڼا کې انتخابات ترسره شول، هم د ولسي جرګې او هم د ولسمشر انتخابات. له دې سره په څنګ کې کمیشنران هغه څوک دي چې د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو له لورې نه وټاکل شول، دا رئیس جمهور نه دي ټاکلي، او پایلې د دواړو کمیسیونونو د هغه صلاحیت په اساس باندې چې د اساسي قانون او د انتخابات قانون ورته کړی دی اعلان شول. له دې سره جخت د افغانستان د اساسي قانون 46 ماده 21 ورده د جمهور رئیس صلاحیتونه مسجل دي او هغه صلاحیتونه کولی شي رئیس جمهور له خپلو صلاحیتونو نه کار او استفاده وکړي. او د دې سره په څنګ کې راځو د سولې موضوع ته. سوله هم د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو له مخې او هم د افغان دود او دستور کلتور رسم و رواج له مخې سوله واضح ده چې له چا سره ده. سوله په مختلفو تعبیرونو باندې کولی شو چې ووایو، یو خو د سولې کلي په خپله باندې اوس له بهرنیانو سره ده، او په دوام قدم کې که چیرته د افغانستان تاریخ او بډای فرهنګ ته یو ځغلنده نظر واچو، په افغانستان کې ډېرې همداسې دې ته ورته ستونزې رامنځته سوي دي، خو افغانان ډېر ښه دود دستورو عناناتو کلچر لري. د هغو پر بنا باندې ډېرې غټې غټې ستونزې او معضلې د تاریخ په اوږدو کې افغانانو حل و فصل کړي دي. ولې یو څه چې اوس ستونزمن دي هغه دا دي چې افغانان خپل سر ته نه پرېښودل کېږي، چې د اقل دوی سره په ځکه هغه غږ چې افغان د افغان اوریدلی سي او هغه احساس چې افغان او افغان درک کولی سي په نورو کې نشته. واضح خبره چې اوس یو قلاتوال صاحب ستاسو څرګندونې دي په پوره درناوي چې باید د ټولو مسایلو ته موجود وي، خو تاسې حتما نن ټولنیزې رسنۍ هم مرور کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې آیا همدا خلک نه دي چې یو بل په سر سر وهي؟ څوک د ډاکټر اشرف غنی، څوک د ډاکټر عبدالله تیږې په سینه نه وهي؟ آیا همدغه خلک نه دي چې تر شا ولاړو؟ همدغه خلک نه وي چې په ویشلي او پاشلي ډول یې رایه ورکړي؟ همدا خلک نه وو چې په کمپاینونو کې سره سرونه ټاکول؟ خو اساسي مسله اوس دا ده چې دغه بحران چې بحران وبلل شو او تر دې نور هم د عمیق کېدو ویره موجوده ده، چا رامنځته کړ؟
د داخلي علاقه ډیر داخلو ک بهرني اړخونه لري یو څه چې افغانان ګیله لري تاسو فکر وکړئ چې د نړیوالو ځواکونو پښتون کې په افغانستان کې په دې ډول غوبل او بسکشي زه فکر کوم چې اول دا خپل د پښتني ورته او دوهم هغه څوک چې د افغان د حکومت پلوي کوي موږ هغوی مخاطب وو چې تاسو په افغانستان د حکومت پر ضد باندې چې په غره کې څوک سر را اوچتوي ولدې خونه وخت بیا بی پیلوټه په سر باندې ورته ولاړ دی ویشتل کیږي اما دلته چې کوم ارج مرج روان دی په خپله باندې هغه پرستیج او حیثیت او اتوریته د حکومت په ځمکه باندې وهل کیږي دلته زه نه پوهېږم چې ولې لاس تر ځنې ورته خوب ډاکټر خلیلزاد یې فکر نه کوي پوره هڅه وکړه د امریکا د سفارت سرپرست څو وارې ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله سره وکتل یعنی په اوس په سپیدار ماڼۍ هم ډرون یا بی پیلوټه پورته کړي که څه وکړي نه ما نه دي ویلي چې بی پیلوټه دې په ورجګه کې زه دا وایم دغو بریتورو چې یو ځلې په بریت باندې لاس کش کړی دی بیا چا شور هم نه دی خوړلی خو دوی دی موږ و تاسو یو متل لرو چې وایي له سستې ولاړې نه په درز نړېدلې صحیح ده زه وایم چې د دومره افغانان د ورځې قرباني کیږي په دغسې ځایونو کې د زیاتي نور خو اصلا هغه دری کې یو متل دی چې وایي زیرې ګلون بچه زیرې پای اوس خو نو داسې یو حالت را رسېدلی دی چې نور زیاتي نور څوک نه قانون مني نه اصول مني نه پرانسیب موازین مني نه حکومتداري مني نو بلاخره خو بیا پنځم مذهب خو په مخ کې شته حکومت باید زیاتي نور له پنځم مذهبه کار واخلي پنځم مذهب آیا یو حل لاره ده هغه کلي ده چې کولی شي یوشنی ساحې ته بلاخره لار پرانیږي داسې حالت له وتلو نه زما په نظر باندې ځکه چې یعنی ستاسو اوسیت څه ده چې سر د سبا ټانکونه ور وړي سپیدار ماڼۍ ته ډاکټر عبدالله په زور وباسي په ورته حالت کې چې رپوټونه ترلاسه کوو د دوی مرستیال بابر فرحمن هم تله صدارت ماڼۍ یې یعنی هلته په څوکۍ ناست دی دواړو ته باید توپ او ټانک ورشي عرض مې بل څه دی هغه څوک چې د قانون په وړاندې دا موږ تاسو چې نن د قانون په وړاندې باندې ناقضین د قانون ماتونکي تذکره کوو ولې باید لاس تر ځنې ورته کینو اوس څه وشي یعنی دغه د توپ ټانک مسله شي ځکه منځګړیتوبونه خو نو ډېر په دې باور دی چې اوس نه ده د ملي یووالي حکومت له ایجاده دواړو همداسې یو بل سره ناندری کولې او تر دې وروسته هم له بده مرغه هغه څوک چې ځان ته قانون پوه وایي هغه څوک چې ځان په قانون کې وارد ګڼي هغه څوک چې وایي ځان ته صلاحیتونه ورته ورکوي اباسین صاحب زه به درته یو عرض وکړم ما یو ورځ مخکې هم دلته دا یو خبره یادونه وکړله په 1301 کال کې شت تاسو په یاد وي چې موږ تاسو په ډېر بدو شرایطو کې ملي راډیو تلویزیون کې دنده لرله په درې ناحیو کې دلته حکومت موجود و کابل 15 تقسیمه و سره موږ دغه درې ناحیو د حکومت اطاعت هم کوو په ډېر اخلاص سره د مایک شاتر ناسو تر راکټونو تر بمونو لاندې موږ خپله دنده اجرا کړې ده اما زه دې ته اوس حیران یم هغه حکومت چې لمنه یې هم سل چنده او زر چنده تر د هغو حکومتونو نه پراخه ده هلته تاسو انحصار ولیده هلته تاسو ولیده چې یو تنظیم یعنی سپیدار ماڼۍ ډېره لرې نه ګاونډدار کې ده عرض مې واورئ هغه اشخاص هغه سیاسي جریانات چې له یو او یو امکان نه تر اوسه پورې د انحصار د قدرت په انحصار طلبۍ باندې بوخت دي یوازې ځان مطرح ګڼي اصلا دوی هم لږ څه د خپل وجدان سره قضاوت کوي یعنی تاسو اخري که نتیجه واخلو د دې خبرو هم داخلي حلقات شته دي چې دې مسالې ته پکې وي او هم بهرني اړخونه قوي که بهرنۍ ورته لمن نه وهلی نو افغانان به نن په داسې پته ورځ کې نه ډېره زیاتونه کوو خلاطوال صاحب په نورو مسایلو با هم تم شو آقای جامی رئیس جمهور شما کیست سلام بر شما بر مهمانان حاضر در برنامه عوامل تخنیکی و بیننده های عزیز فضا به شکلی آمده که رئیس جمهور بگذارین که ما خود هم گم کردیم که بالاخره ما کی هستیم ما خیلی متاسفم بر از اینکه ما 20 سال زمان و فرصت از دست دادیم ارزش های نوین و دموکراتیک آوردیم میلیاردها دلار را هزینه کردیم قربانی های بیشمار را دادیم اما در پایان کار آنچه را به دست آوردیم که 20 سال گذشته ما در دست داشتیم و واقعا ما شخصا به عنوان یک شهروند عادی و به عنوان یک فعال مدنی این توقع را نه از دکتر صاحب غنی نه از دکتر صاحب عبدالله و از هیچ کس دیگه نداشتم که همچین یک وضعیت پیش بیاید ما فراموش نکنیم که این بحران خلق شده فعلی در اینجا همو اندازه که عوامل داخلی دارد دو برابر از او عوامل خارجی دارد بر اولین بار بر اساس قطعنامه شورای امنیت زمانی که ائتلاف بین المللی آمدند وارد افغانستان شدند روی دو هدف یک سرنگونی و سرکوب ترورستان دوم ایجاد حکومت داری خوب
و نهادینه سازی ارزش‌های مدرن و دموکراتیکی که امروز در دنیا معمول هست. اما امروز می‌بینیم متأسفانه که در هر دوش ناکام بودند و برعکس به جای اینکه مبارزه کنند تقویت بخشیدند. و از جانب دیگه ما فراموش نمی‌کنیم که 90% عوامل بحران داخلی افغانستان خارجی ها و بیرونی ها هستند، 10% ما هستیم. یک گیج کننده است برای من شخصا و شاید هم خیلی هم مخاطبین ما این مسئله را درک کنن. اگر انتخابات گفته شد که ایالات متحده آمریکا و خارجی ها می‌خواستن برگزار نشم، اینجا خیلی سر و صدا ایجاد شد، نایز بود که چرا خارجی ها مداخله میکنه؟ آقای غنی بودجه را از اینجا و اونجا جمع کرد و بالاخره انتخابات برگزار شد. بعد نتایج نباید اعلان شوه، این کار هم شد و گفته شد که خارجی ها نمیخواه. امروز که حالا افغان ها یک بار دیگر در پی نتایج نهایی در روز سوگن دو جای مختلف به شکل موازی مراسم تحلیف بجا میکنه، حالا هم میگیم خارجی ها همه ملامتی بر دوش دارن. یعنی اگر برگردیم با مسئولیت هایی که خود افغان ها دارن، فکر نمیکنه فراتر و بیشتر از او مهم است که چیز مربوط به خارجی هاست و تصامیم این هاست؟ دقیقا. ببینین، بحران امروزه ریشه ازی از دیروز و پریروز نیست، ریشه ازی از 2009 هست، ریشه ازی از 2014 هست که قانون اساسی افغانستان شکستانده شد، تمام قوانین نافذه شکستانده شد و روی یک مصلحت یک چیزی را ساختن، یک نظام را ساختن که متاسفانه ثمره از اون نهال شانده شده امروز همی بدبختی ما هست. و در کنار از او یک بحث دیگه که اساسی هست همی هست که واقعا در داخل افغانستان ما هم بارها سیاسیون احمد محمود و افراد ما انگشت بالا میکنیم، انتقاد میکنیم، در حالی که ما خودمون شهروندان مسئولیت پذیر راهی خود گم کردیم و هیچگاه با هم اتفاق نداریم. پس به این معنی بحث ما این هست که اگر ما میخواییم که از این مرحله بیرون شویم و از این بحران بیرون شویم، نه با مداخله و میانجیگری آقای کرزی این موزله حل میشه، نه با پادرمیانی و میانجیگری آقای عبدالرب رسول سیاف این مشکل حل میشه، نه با پادرمیانی هر کدامی که انفرادی عمل میکنن. ولی اینجا بر ماست که اگر یک بار احزاب واقعا بی‌طرفانه بیاین کنار هم جمع شون، ساختارهای مشروع و قانونمند که داریم مانند پارلمان بیاین بشینن، نهادهای جامعه مدنی جمع شوند، بزرگان قومی جمع شوند و بالاخره شهروندان جمع شوند کنار بیاین و فشار لازمی را وارد بکنن، باور بکنین که ما به این وضعیت بر نمیخوریم. مسئله دیگه که شما اشاره کردین قبلا هم در بحث که آقای خلیلزاد یا احمد یا محمود که از نمایندگی هر کشور یا سر نهادی بوده پادرمیانی کرده، پادرمیانی از اینا چی بوده؟ پادرمیانی از اینا تطبیق قانون بوده یا پادرمیانی از اینا تقسیم قدرت و امتیازات بوده؟ این بحث اساسی است. اگر تقسیم قدرت و امتیازات بوده و معامله‌گری بوده، بر سرنوشت کی؟ بر سرنوشت شهروندان افغانستان، بر سرنوشت مردم. و این وضعیت فعلی که پیش آمده، این وضعیت کی پیش آمده؟ شما ببینید، اگر یک حالا بحث این است که تبادل زندانیان پیشتر بحث شد، تبادل زندانیان اساساً یک مکانیزم داره. ما یک نظام مشروع داریم، این نظام ما ولو که نیم بند، ما یک نظام داریم، خامکوک از او را داریم، میشه پخته بکنیم و یک نظام دموکراتیک ما خلق کنیم و شکل بدیم. اما ما یک سلسله بالاخره خروجی جهایی داریم. حالا به شکل واقعی بینانه برخورد بکنیم، خیلی کوتاه میخوایم پاسخ بفرمایید آقای جامی. از یک سو راکت شلیک میشه در درون ارک، جایی که سوگند یاد میشه، از سوی هم در همسایگی ارک اخطار داده میشه و بالاخره معرفی میشه شکل حکومت موازی. از سوی دیگه هم خارجیان، مهمانان خارجی که اونجا حضور دارن، هم نمیدانن که بالاخره چی میگذره در افغانستان. از سوی دیگر مهمتر از همه موضوع اجندای صلح با طالبان که با مذاکرات بین افغانی توقف کرده تا این دم. با این چنین وضعیت آیا چیزی که ما میگیم، قوانین ما میگه، دموکراسی میگه یا سایر موارد، این درست است یا بالاخره ایره باور بکنیم که ما از سطح اول ارگ ریاست جمهوری تا نهایت همه بلاخره سردرگم است و نمیدانیم کجا میریم؟ اولا خارجی هایی که حضور دارن در افغانستان و در برنامه شرکت میکنن، اونا بسیار خوب میدانن که اجندای اونا چی است و چه اون رو میخوان تطبیق بکنن. دوم، ما باید تاکید ما عدالت و قانون باشه. ورگا ما قانون محور حرکت کردیم، ما به موفقیت میرسیم. اما آنچه توافقی که در طی 18 ماه بین طالب و آمریکا امضا شد و تا امروز مکمل توافقنامه را نمیدانه کسی و هیچ کدام ما نمیدانیم که چی هست به جز از قسمت های از او، این خود از این نشان دهنده از این هست که آمریکا با هر شیوه و شکلی که شده میخواهد که بالاخره در همین فضا و جو ایجاد شده او موافقت نامه خود را تطبیق بکنه و عملی بکنه و هم پیمانان بین المللی از او. خب تا همین لحظه معلوم نیست،
ما چیزهایی را داریم، میفهمیم، میشنویم. خب در توافقنامه چند مسئله هم آشکار است و فکر میشه که زیاد هم به تفسیر و تحلیل ضرورت نداره. به طور مثال در 14 ماه آینده باید خارجی ها از افغانستان بیرون شود. ما فکر میکنم آنچه که بیرون بر ما خورد ما داده شده او چیزی نیست که در توافقنامه هست. در توافقنامه خیلی گپای استخباراتی هست، خیلی گپای اساسی هست، خیلی گپایی است که روابط افغانستان با همسایه‌ها تامین میکنه، خیلی گپایی است که امتیازات تقسیم میکنه. به این معنا اگر همون موارد هست که بیرون داده شده، چرا خود توافقنامه بیرون داده نمیشه؟ چرا تا امیل ازم ما نمیدانیم که بالاخره در توافقنامه چی نوشته شده؟ یک حرف است، اون سندی که امضا شده هم نشد شد. سگنین یکی حرف است، یک توافقنامه امضا شده است. به جز از سند صفحه آخر از توافقنامه، آیا مکمل توافقنامه قطر که امضا شده شما دارین؟ به عنوان یک رسانه؟ طالبان گفتن و ببینیم. همچنان منابع ایالات متحده آمریکا خب، که خب. فقط تفسیرش در یک زمینه جداست، در غیر آن اصل محتوای توافقنامه همین چیز است. اما ما باور کرده نمیتونم. به عنوان کسی که تا ما به چشم خود نبینیم و نبینیم که بحث حقوقی در اونجا چی آمده، بحث سیاسی چی آمده، بحث حمایت‌های تکنیکی و مالی چی گونه آمده، بحث در روابط استراتژیک چی آمده. این مسائل هم میتونیم بحث داشته باشیم. احمد زسب تاسو برو گرزما. پټولا که اوس مو چلار ته ګورو لار سنزونه دکیږي. ټول حالاتی که راو گرزوده چه طالبانو سره باید مذاکرات پیل شوی و بین لافانی مذاکرات وای دیت باز دوستانی جنجلنو فرصت ورکری چه ده اقل چو میاشتو که حل شیده مثلا؟ ما و شما در میز تقریبا چند ماه میره تعقیب کردیم چیزی که گفتیم همون تو شد تالره یک مثال چه بود که ما و شما بحث ما رو یعنی بود که در 14 پیریود بالاخره امضا میشه در 14 پیریود امضا شد روی توافقنامه هم سر بحث های سر مواداتش هم در هر بحث بحث کردیم. موضوعی که بسیار زیاد مهم است اوی است که از این جو سیاسی که فعلا در افغانستان جریان داره آیا طالب ها چی مفاد میگیره او رو شما در از امشب گرفته تا یک هفته رو میبینین که اونا چی نتیجه مثبت رو به دست میارن که از بدبختی سیاسون ناکام افغانستان بوده که اینا نتانستن یعنی دو دور اینا بالاخره با هم به توافق نرسیدن هم از 2014 تا حال همی جو بی‌اعتمادی بیشتر اگر روشن‌تر صحبت کنیم پس چی میشه بعد از این؟ بعد از این اولین کاری که میشه این 5000 زندانی سی تبادله میشه میره شما شایدش خاطر یعنی گام مثبت است یا نه؟ این گام مثبت است برای افغانستان بله برای از سیاسون نه این یک گام مثبت است به خاطر اینکه 1000 از نیروهای قوای مسلح هم آزاد میشن و 5000 هم از طالبان که هم افغان هستن اونها آزاد میشن و بعد از اون میمونه موضوع ازی که من امروز شنیدم که آقای رئیس جمهور گفت که ما یک هیئت را تعیین کردیم اما ما و شما اینجا بحث کردیم قبلا هم گفتم که یک هیئت را طالبان با ایشان ملاقات میکنه که او حیات در رابطه با زندانی ها ولی شما سکیپ میکنین جنجالی که در کابل جریان داره امیره و گمان میشه که فردا عمیق‌تر خواهد شد و پس فردا از آن هم امیره من هدف من ایست که من براتون بگم که طالبا فقط با حیاتی که در رابطه با زندانی ها در حضور داشت حیات آمریکایی ملاقات میکنن که همی اسناد تبادله زندانی ها را میکنن دیگه طالبا با این وضع جویره که شما میبینین در افغانستان با این آیت رو که آقای اشرف غنی تعیین میکنه ملاقات نمیکنه یعنی من گفتم شما هم شاید ببینین زود بسیار زود خواهید دید و میمانه دیگه موضوع وضع داخلی از اینا وضع داخلی از اینا اینا خودشان کوشش کنن که به یک توافق برسن تا بتونن حداقل در فردای افغانستان تا یک برج بعد یعنی تا یک ماه بعد اینا به طور نباشن که مردم همگی از اردو از اینا نفرت نفرینشان کنه امیالم چندان مردم چیز خوب نداره از پیشش اما که بی خیلی نفرینشان نکنه به خاطر از اینکه بعد از تبادله زندانیا یک همی اورکم که میگم چیز کاهش خشونت کاهش خشونت به سطح میرسه با قوای مسلح با سه ارگان قوای مسلح که خب جنجال چه قسمی میشه؟ جنجال... شما واگذار کردین دوباره به دو رقیب خیلی دیرینه که به مردم افغانستان حالا نامای مختلف در از آنشان داره بله. امروز فراتر و جدیتر از گذشته در رقابت تفتیدن ببینید دو... و آقای قلطوال حتی گفتن که باید از فورس و قوت در مقابلشان کار گرفته شو اگر همین مفکوره ها بالاخره پیچیده شو و فردا و پس فردا را میبینیم
ما یک معاونیت اول ما یک موضوع در انحصار یک تیم، معاونیت دوم در با تیم دیگه. ما یک قصر سپیدار یک حکم میکنه، قصر ارگ ریاست جمهوری دیگه حکم میکنه. یعنی در گذشته تفاوتش همین قدر است که حالا یک توافق سیاسی نیست که بسیاری ها میگه از او قدم جنجالتر است. یک موضوع رو بگم به آقای قلاتوال و نظریاتش احترام دارم. ما در کرانه دموکراسی دیکتاتوری زمانه های قبل از 1991 یا 1991 نیستیم. یعنی ما در اون دموکراسی هایی که بالای ما به زور تحمیل شوه یا از طرف زمان روسیه سابق یا اتحاد شوروی سابق، این دموکراسی متفاوت است با او روان. چی متفاوت است؟ حالا اکنون همه چیزی که جریان داره آنارشی خوانده شد. ما برتان میگم به خاطر از اینکه ما تفاوت چه برتان میگم به خاطر از اینکه ما از قوای مسلح در داخل چوکات دولت از علی احزاب سیاسی یا علی برنامه هایی که وجود داره استفاده کردن نمیتونیم. دو طرفی که هست، هر دو طرف برگه های مشخص استنادی خود داره، به جامعه جهانی تقدیم کرده. اینا به مردم خودم گفتن که ما چرا اعلان کردیم و ای چرا اعلان کرد و ما چرا در برابرش اعلان کردم. لحاظا ای تو نیست که ما خدای نخواسته مثل رژیم های سابق یا مثل سال 1371 که یک حکومت تنظیمی بود یا قبل از او که یک قدرت دیگه بود یا به یک بلاک دیگه تعلق داشت. ما در این روند داره که من میگم در این روند شما شاید خواهد بودین که قوای مسلح بی‌طرف اعلان میشه و شخصا قوای مسلح برات اعلان میکنه که این مشکل سیاسی تان خودتان حل کنیم، به ما تعلق نداره. و اینا سیاسون باید این مشکل خوده در حضور داشته خودشان. شش سال شد جناب احمدزاده سه مشکلات حل نمیشه، حالا که در یک چارچوب حداقل سیاسی هم وجود نداره، شما چرا خوشبین هستین که حل میشه؟ ببینین ما پیشتر گفتم شش یعنی سال کی برای شما اطمینان میده یا کدام مورد است که شما مطمئن میشین که حل میشه؟ ما از سیاست ایالات متحده آمریکا و سیاست کشورهای ناتو اینا آگاهی که دارم یا با اون محیطی که بلد هستم، شما شاهد خود بودین چیزی که من گفتم ما میشه. ولی بسیاری ها نقد میکنه که اگر ایالات متحده آمریکا میخواست حل بکنه واقعا مشکل را، پس قبل از نتایج اعلام نتایج نهایی ریاست جمهوری ممکن بود. بعد از آن زمانی که بعد از توافق میان ایالات متحده آمریکا و طالبان ایجاد شد، زمان ازی بود و یادآور شدیم بارها که کیها خواستن میانجی شما با یک چیز حالا نتیجه نداد. بعد از این چی هست که نتیجه میده؟ شما ببینین با یک چیز معتقد باشین که ما فعلا با سه حکومت مواجه است، ملت افغانستان، مردم. یکی که طالبا با اونا، با یکی که ایالات متحده آمریکا با اونا چی کردن؟ پروتکل کردن، یعنی به اصطلاح با طالبا. یک بخش است. دوم بخش است که کسانی که ایالات متحده آمریکا با همکاری از اونا در مبارزه علیه ضد تروریسم در افغانستان حضور پیدا کرد. دوم کسایی که مدعی به عزیز است که میگه ما قانونیت میخوایم که در طول 19 سال ما قانونیت از یا ندیدیم. این ایالات متحده آمریکا هم بهتر میفهمه، اتحادیه اروپا هم بهتر میفهمه، سازمان ملل هم. دیگه اینال اینا در این موازنه گفتمید که قوای مسلح را بی‌طرف میکشن، شما گفتم شاهد خواهد بودین و سیاسون میگن که شما با هم با کنار بیاین، بالاخره دیگه چاره نداره. وقتی که شما قوای مسلح را در مداخله همچون مسائل مدخل نسازین، به خاطر از اینکه با حرکت حکومت موازی یک تعداد جنبش های که آیستا آیستا به دموکراسی و جنگ خسته شده بودن، اونا دوباره زنده شد. سپاسگزار هستیم آقای احمدزاده. و امکان نمیخواد که دوباره درگیر بیشتر باشه. کرمادان، پدیش ایبو که دماغ لو ترقی و روست رازو چه در سول ترها او نقشه با وزشا عملی کیگی در دکتر خلیلزار، دکتر غنی، دکتر عبدالله که در حقوق سیاسینو چه هر یوی پا جلا جلا توگه وای چه مک پا میزونو بانده تر هلرو رس را پاسشی. به همکران لاس به سوله تمیو او اساسی پوښتنه دا رامنځته کیږي چې تر دې وروسته به د چا د ذهن نه راوتلو طرحو له مخې مسایل پر مخ ځي. په کابل کې د دوو ډلو ویشلو ډلو په ځانګړې توګه د ولسمشر غني کال واشنګټن نه د دوی د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد له ذهن نه راوتلو د دوی د تنک ټانک مسایل چې تر دې وروسته په څلورو مواردو ویشل شوي دي، اوس دوه پاتې چې هغه بین الافغاني مذاکرات او اوربند یعنې پوښتنه غواړو قلطوال صاحب سره مطرح کړو. زه فکر کوم چې هغه طرح چې په خپل افغانان حل او فصل کولی سي هغه بهرنیان په هیڅ وجه باندې نسي کولی. دا یو خبره. دوهم راسي د ډیموکراسۍ تعبیر
هر ټولنه ځان ته بیلابیل ځانګړنې لري. د هر ټولنې ډیموکراسي په افغانستان کې اصلا د تطبیق وړ نه ده او نه یې بیلګه راوړلی شو. امریکا ځانته یو ټولنه ده، اروپا ځانته ټولنه ده، همداسې نور هیوادونه ځانته ټولنې ځانګړنې لري، او افغانستان یو کثیر الملیته ټولنه ده. دلته بیلابیل قومونه او ملیتونه ژوند کوي، او دلته اصلا محور د سولې کومه طرحه ګڼل کېدلی شي هغه به پخپله باندې افغانان کولی شي چې طرحه کړي. بهرنیان چې کومه طرحه خو د کوم مرجع له لارې اوس اساسي پوښتنه دا ده، او پایني حالات کې که غواړو مرجع مشخص کړو، که تاسو نقلاتوال صاحب مشخص پوښتنه وکړم، تاسو ته نن ډاکټر عبدالله څوک دی او ډاکټر غني څوک دی؟ ډاکټر غني د افغانستان د جمهور رئیس په صفت پیژنئ؟ او ډاکټر عبدالله؟ ډاکټر عبدالله تر مخکې اجرایي رئیس و، موږ یې درناوی کوو، د ده شخصیت ته احترام لرو ورته، اما دا چې نن یې بایللی ده دا خپل بخت. نن څوک دی؟ نن زما او ستا په څیر باندې وادي افغان دی. نن دولتي یا کوم هغه څه چې خلکو دوه حالات اوس راځي، ستاسې له زام او برداشتونو او باورونو له لحاظه پرستیج، مشروعیت او کروالی د یو موضوع په عین حالت کې صلاحیت، دا د طرحې د وړاندې کولو او عملي کولو لپاره مهم اړخونه دي. که هغه څوک چې په دې قضیه کې د جګړې د افغانستان د جګړې او د سولې تر ټولو ډیر مهم دي، لکه امریکا او د دوی متحدین، موږ ته خو اصلا کوم جنجالونه چې راپېښ دي په دې څه د پاسه څلور لسیزو کې، هر افغان په دې باندې پوهېږي چې معزل ستونزه له کوم ځای نه وزېږېدله او تر اوسه پورې تسلسل په څه شکل باندې دوام پیدا کوي. دا یو خبره. دوهمه خبره، ما مخکې تاسو ته یادونه وکړله چې د ډیموکراسۍ تعبیر او تفسیر او د نورو ټولنو د ځانګړنو تطبیق په افغانستان کې ناممکنه دی. که ناممکنه نه وای دا څلور لسیزې دا جګړه به نه غځېدله. یو خبره. دوهم، مخکې موږ تاسو په دې باندې تبصره وکړله چې وسلوال پوځ تاسو په جهان کې هغه هیوادونو ته چې نن په افغانستان کې په وسلواله توګه باندې شتون لري، هغوی ته زموږ دا یو پیغام دی چې که ستاسو په هیواد کې په دغه شکل باندې یو سبوتاژ روان واوسیږي، ای ستاسو وسلوال پوځ به، تاسو به او سیاسیون به موقف او دریځ به څه وي؟ لاس تر زنه به ورته کېنئ؟ نه. موږ دلته افغانستان ټولنه فکر نه کوي چې ډېر متفاوته ده. چا دا فکر کوي چې جنرال عبدالرشید دوستم د لومړی مرستیال د ولسمشر اوسي؟ ډېرو په دې هکله ډېر نظریات وړاندې کړل. چا دا فکر وکړو چې یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ملي یووالي حکومت تر نامه لاندې وي، انتخابات وشه، مصرف وشه او ټاکنې هیڅ، پنځه کاله دی د هغې پر بنیاد. بیا چا دا فکر کوو چې کمیسیونونه لا په یو ګیچ حالت کې یو سربدال او چې هلته دفتن په ډراماتیکه توګه د ولسمشرۍ ټاکنو نهایي پایلې اعلان شوې. دغه ټول حالتونو ته که چیرې وګورو او ستاسې محاسبې ته وګورو، آیا پوځي فشار یو حل لاره ده؟ واضح خبره ده، وسلوال پوځ چې درې جزه لري، او ملي امنیت، ملي پوځ او ملي پولیس، دا د یوې ټولنې د نظم دپاره راایجاد شوي دي. او که دا هم شتون ونه لري، تاسو فکر وکړئ چې هر سبوتاژ چې دلته دانه چې دا مابسونه د اته زره نه زره په پلچرخي کې او څومره په بګرام کې په افغانستان کې چې تر شلو دېرش زرو بندیان لرو، پوښتنه دا په پیدا کې ولې بندیان دي؟ دا په څه خاطر بندیان دي؟ جرم یې کړی دی، درې ګونو محکمو به ورباندې فیصله کړې وي. د افغانستان په اساسي قانون کې د درې ګونو قواوو د حقوقو د بشرو د افغانستان د اتباعو همدارنګه د سیاسي بندیان بلل کېږي بالاخره. بلې، ولې سوال دلته پیدا کېږي چې ولې بندیان شو؟ نن موږ وایو چې هر هغه څوک چې امن نظم ګډوډوي، هر هغه څوک چې د افغانستان د نافذه قوانینو نه سرغړونه کوي، هغه په قانون کې د جزا په قانون کې مسجله خبره ده. د جزا کوټ اوس باید راسې مطالعه کړو. د پخواني د جزا د قانون پنځمه ماده وایي قلاتوال صاحب، یو خبره ده، ډاکټر عبدالله سره اوس باید څه وشي؟ هغه کوي چې صدارت هم زما او سپیدار هم زما، وایي چې ورشي راوینیسئ لاسو کې ورته نه په حساب زولنې او هتکړۍ واچوي ویسې بندي کې څنګه؟ موږ دا هم نه وایو چې د چا د یو شخصیت د یو سیاسي شخصیت لاسونو ته دې هتکړۍ واچول سي، دا هم نه وایو چې په پښو کې دې ورته زولنې واچول سي. نو دا تو پټانګ چې تاسو پیټینګار کوئ، څه لپاره؟ عرض مې واورئ، زه نه وایم د جزا د پخواني قانون پنځمه ماده چې اوس د جزا په کوټ کې ولسمه ماده ده، وایي بې خبري له قانون اصلا عذر نشي ګڼل کېدلی. هغه څوک چې یو ډاکټر وي، هغه څوک چې د سیاسي بهیر کې په راس کې واقع اوسېږي، څه فکر کوي چې هغه به له قانون بې خبره وي؟ خو نه ده، بې خبره. بېرته اصلي پوښتنې ته راګرځم خلاتوال صاحب، اوس د زلمي خلیلزاد نقشه تاسې خپل برداشت څه دی؟ یعنی تمه مو څه ده
چې د زلمی خلیلزاد دوه پاتې موارد د بین الافغاني مذاکراتو اوربند مسله به تعقیبیږي که د ډاکټر غنی هغه طرحه چې 15 کاله مخکې سوله ممکنه نه ده. عرض مې دا دی، هر هغه فیصله چې د افغانانو په غیاف کې کیږي د هغو تطبیق به ډېر ستونزمن وي. اوس چې کوم بین الافغاني یا د افغانانو ترمنځ کومې خبرې رامنځته کیږي، اصلي خبره اوس ده، ځکه دوه اړخه متضاد اړخونه اوس یو میز ته سره کښېني، تبادل د افکارو کوي. و دا چې 14 میاشتې و 18 میاشتې له امریکا د متحده ایالاتو سره و، د اقل څو میاشتې خو د افغاني مذاکرات هم په وخت په بر کې نیسي، سره شرایط به تبادله کیږي، نظریات به تبادله کیږي، یو بل ته به سره غاړه کېښودل ږدي او بالاخره به یو بل به زغمي. دا وخت حتمن راتلونکی دی که غر څومره جګ دی په سر لاره لري، او دا لاره په منطق پیدا کیږي، په استدلال پیدا کیږي، په مذاکراتو پیدا کیږي. افغانان ډېر زوریدلي دي دواړه اړخونو ته، اوس دا لازمه ده چې نور د افغان وجود دومره زخمی دی چې نور اصلا د ټپ د جوړولو ځای پکې کې نسته. دغه بحث چې تاسو کوئ، ما ته شخصا جناب قلاتوال صاحب ډېر تکراری په دې برېښي چې کله نه هم موږ د حد اقل اوسني نظام پای ولیدلی، موږ وایي فرهنګ مو دا دی، دود مو دا دی، جرګې لرو، او ورځ په ورځ نو بیا دا انشعابات، درزونه او جنجالونه ولې زیاتېږي؟ موږ پرون د ملي یووالي حکومت درلوده، نن دوه موازي جدا حکومتونه دوه جدا سوګندونه او تحلیفونه لرو. موږ پرون په یو داسې توافق کې یو چې حداقل دواړه لورو ځان ځواب ورکولو ته حاضر باله، نن له دې بهر ځینې تشکیلات وینو. دغسې یو حالت کې یوازې پر دې اړخ تکیه کول څومره تاسو ته ډېر منطقي ښکاري؟ دا موقت مسایل دي راځي له هوا، دغه اوسنی بحران درته ښیم چې دا هماغه دوه کسان چې یو بل په سر وهي د پایلو له اعلان نه راوروسته چې کوم څه رامنځته شوي دي، تاسو په دې باندې ډاډه او متيقنه اوسېږئ چې والیان هم معرفي سول، نتیجه څه شول، موازي حکومت که لوړه هم اوس کوي، په دې باندې متيقنه اوسېږئ. اول خو دا خو د افغانستان د نافذه قوانینو نه په ښکاره باندې سرغړونه ده. وخت چې څوګند یو څوک چاته ورکوي، قاضي او قضات به رئیس جمهور ته به څوګند ورته ورکوي، او د څوګند شرایط بیخي واضح دي، په قانون کې معلوم دي چې څوک باید څوګند ورکوي ورته او څوک باید څوګند وکړي. مخکې ما په دې باندې تبصره وکړله، د ټاکنو د قانون نه او د کمیسیون نه او هر څه نه په دې باندې د چا نقشه به تر دې وروسته د طالبانو سره مذاکرات د افغانانو نقشه به بریالۍ وي؟ کېدای شي چې په راتلونکي کې یوه لویه جرګه راوبلل شي، په لویه جرګه کې دې خلک خپل استازي ورته معرفي کوي. لویه جرګه ګوره، مخکنۍ د سولې لویه جرګه چې په دې یوې کمیټې رئیس یې زه هم وم، موږ په هلته چې د خلکو نظرونه په کومه کمیټه کې واخیستل، ځان سره ټول مو د سیچ په سر باندې وویل چې یو له هغو نه د بندیانو خوشې کولو 900 تنه بندیان خوشې نه شول. ولې هغه څوک چې نن د 15,000 تنو د بندیانو خوشې کېدلو نارې وایي، تر پرونه پورې د 900 د بندیانو د خوشې کولو مخالفت یې کوه. موږ وایو چې هر افغان باید بندي نه سي. شرایط متفاوت هغه وخت اوس نظر خوب، احساس خوب متفاوت نه، احساس خو به هماغه احساس وي، متفاوته نه ده. احساس به افغاني وي، اسلامي وي او انساني وي، ما انساني احساس خو تغییر نه کوي. پس تاسو وایئ چې ولسمشر غني ته باید غوږ کېښودل شي، د ده سره په یو لار لاړ شي. واضح خبره ده. ډېره زیاته مننه قلاتوال صاحب ځواب واخیستل شو، نور مسایلو ته هم که وخت پاتې و راګرځو. آقای جامی، در کل حالا ما با یک جامعه خیلی پارادوکس و همچنان بسیار پیچیده و مغلق روبرو هستیم. ما حدود 2000 سال همیشه وقت تحت اشغال، جنگ‌های خارجی، نیابتی و غیره درگیر بودیم. امروز هم جنجال‌های داریم در درون کشور. برای همچون یک جامعه، جایی که امروز فرصت برای ازی است که دو جناح مهم مخالف، سران نظام افغانستان و همچنان طالبان، با حمایت ایالات متحده آمریکا که بزرگترین طاقت دنیا گفته میشه، فرا خوانده میشه که بیاین صحبت کنین. و ما هر روز میبینیم در بین خود جنجالا فراتر میشه و جدیتر میشه و این شعبات هم بیشتر اثر وقت. خب اول یک موضوع را بیاد داشته باشین که سیاست حذف در افغانستان هیچگاه نتیجه نداده و نمیده نتیجه. بحث انتخابات یک بود قضیه هست که بالاخره موزل فیلی را خلق کرده به وجود آورده، و بحث صلح و مصالحه و پروسه صلح یک بحث جداگانه است. بحث انتخابات آنچه که پروسه بود، آنچه که بحث شد، خب در همه قدر سالها ما داشتیم و دیدیم که چی بود، چی اتفاق افتاد و بحث های متعددی بود با جزئیات از اون. اما نتیجهش که امروز هست و ای هم موقت هست و حل میشه، ای بحران دائمی نیست. اما بحث صلح هست. در بحث مصالحه، صلح کار یک فرد، یک آدرس و یک حرکت یا یک حزب یا گروه خاص نمیتونه بوده،
صلح یک پروسه همشمولی هست که در اونجا تمامی اقشار، تمامی اقوام، تمامی دیدگاه، تمامی ساختارهای مشروعی درون نظام باید در اونجا خود ببینن، یک آینه قدنمایی باشه که دیدگاهشان در اونجا انعکاس داده شود و در ساخت و تهیه آجندای زونا نقش داشته باشند. در حال حاضر بحث مصالحه بحثی است که همین موزل به وجود آمده را هم حل میکنه، یکی از راه‌ها همین هست. و زمانی که ما به میز مذاکره میریم، ما نمیتونیم با دو تا طرح بریم، با چهار تا طرح بریم، با پنج تا طرح بریم، چون طرف ما را نمیپذیره. طرف میگه با یک هیئت میبینم، با یک طرف میبینم، و ما ناگزیر هستیم که یک هیئت همه شموله ایجاد بکنیم و شکل بدیم. طبیعتا در رأس از او و تسهیل کننده از او هیئت که ساخته میشه حکومت است و ساختارهای مشروعی است که اینجا ایجاد شده. بحث دیگه در اینجا ای هست که برای حل همین موزل به وجود آمده ما نیاز به ای داریم که یک اجماع کلی را ایجاد بکنیم و این اجماع خارج از این دو تیمی که با هم رقابت دارن اینا باشن. شما ببینید افغانستان کشور جرگه هاست، موزل های به مراتب دشوارتر و سختتر از این حل کردن، فصل کردن و حل میکنن. این جای نگرانی نداره. بحث اساسی ای است که ما با کدام ارزش ها ما میخواییم که مردم گرد یک محوریت برای بحث مصالحه جمع بکنیم. اگر قرار باشه ما بیایم ارزش خودم مطرح کنم، حکومت ارزش خود مطرح کنه، اعضاب ارزش خود مطرح کنن، علمای ما ارزش خود مطرح کنن، ما به پراگندگی میرسیم. پس بنابراین مردم ما چی میخواه؟ مردم ما اولین بحثی که میخواه امنیت میخواه. دومین ما پس که میخواهیم مسئولیت میخواه که در خانه خود وقتی که میخوابه دیگه نگران از این نباشه که از هوا تیاره میزنه و از پایین مرا تانک مرمی میزنه. مردم میخواه یک سرک داشته باشه، میخواه مکتب برای اولادش باز باشه، میخواه برق داشته باشه، میخواه شفاخانه داشته باشه و با این موزل و بالاخره مرض امروزی که به نام کرونا اومده که فراموش همگی شده و متاسفانه دامنگیر ما شده، نگرانی دیگری که ایجاد کردن نمیخواهن که تلف شود. این ارزش‌های مشترکی است که ما میتونیم یک محوریت ایجاد بکنیم و در اطراف از این محوریت جمع بکنیم. دقیقاً اون چون قلاتول صاحب گفتن، یعنی از مریخ کسی بیا جامعه سبی محوریت ایجاد کنه. نخیر. خب همه گفتن یک سال شد که ما جنجال بر همین مسئله و همین محوریتی که شما توقع دارین، ولی حالا انتقاد این است بدهی خیالی و فکشن است. چیزی که ما با واقعیت داریم همین است که خب ایالات متحده آمریکا با طالبان توافق کرد 14 ماه بعد ما از افغانستان میبرایم و شما هم تضمین بتین کی مسائل. و ما در اینجا میگیم حکومت افغانستان، شخص آقای غنی که ما 5 سال دیگه هم باید ببینیم و همه موارد بسنجیم و پیش بریم و اینجا ما ضروریات خود میبینیم و توافقات میبینیم، آیا یک محاسبه خوبی وجود داره؟ 14 ماه زمان داریم و اینجا میبینین جنجالا نه تنها که با طالب پاورجا هست، ما در داخل در نظام در چند شگاف میبینیم. ببینین وقتی شما وارد پروسه صلح میشین، هر طرف خواست و بحث و تحلیل خود داره. هر کدام با یک لیست 100 درصدی میشینن. با یک لیست 100 درصدی میشینن، اما نهایتا این لیست 100 درصدی آیسا 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 کوتا میشه و 50 در 50 میرسه که توافق ایجاد میکنه. بعد از 14 ماه وقتی که پروسه گفتگوها و پروسه صلح آغاز شد، هنوز ما وارد پروسه نشدیم. ما تنها گفتگوهای صلح بین طالب و آمریکا شاهد بودیم. خب آغاز شما تا دیروز خودتان خانه صلح افغانستان همین مسائل میگفت که توافق اساسی بین طالبان و ایالات متحده آمریکاست. امروز در حالت انجام شده این توافق هستیم، ولی هنوز هم در داخل جنجال ها بیشتر میشه. پس توقع بر چی هست؟ چی معجزه باید رخ بده؟ ببینید ما قبلا هم میگفتیم که به عنوان اولین گام هست، نه به عنوان آخرین گام. موافقه بین طالب و آمریکا امروز هم میگیم، گذشته هم گفتیم، آینده هم میگیم که اولین گام برای این است که وارد گفتگوها و وارد پروسه صلح ما شویم. و زمانی که وارد پروسه صلح میشیم در اینجا و همشمولیت وقتی که میاد در اینجا، علمای ما هستند، بزرگان قومی ما هستند، احزاب سیاسی ما هستند. البته احزاب سیاسی وقتی که میگیم خب همه او احزاب نیستن. آقای جان ببینید حالا از کجا به وجود بیاید؟ یک بار شما یعنی فکر نمیکنین که ما خیلی بحثای داشتیم آیا آقای غنی هم این مساله رو نمیگه، آقای عبدالله هم این مساله نمیگه، سیاسین شما هم این مساله یاد نمیکنه، علمایتان و سایر اقشار جامعه؟ پس نتیجه کو؟ ما چیزی که برای مردم افغانستان مهم است. نتیجه وقتی شروع میشه که ما عملا برین پشت میز مذاکره بشینیم. حالا آقای غنی گفت که من لست اعلام میکنم هیئت. شما بگذارید که یک بار این هیئت اعلام شه و بعد زو ببینیم که هیئت چقدر همشمول هست، کی ها هستن در اینجا. و بعد از اون ما میخوایم یک دقیقه تقسیم بکنیم و یک انصاف هم شده باشه. احمد زای صاحب سوال از شماست، فردا که قرار است رئیس جمهور غنی اگر اعلان بکنن فرمان در مورد پروسه صلح افغانستان به خصوص مذاکرات افغانی، توقع اساسی گرچه شما گفتین 5000 زندانی از طرف طالبان و همچنین 1000 از بخش نظام آزاد خواهد شد، ولی توقعی که بر مردم افغانستان میتونه یک نوید باشه، یک خوشخبری باشه، چی احتمالا بوده میتونه؟ نویدی که با مردم افغانستان است او است که بعد از آزادی
یک هیئت ایالات متحده آمریکا با هیئت رهایی زندانیا فقط یک ملاقات را با طالبان خواهد داشت که در اونجا سر کاهش خشونت برای یک ماه با بخش قوای مسلح افغانستان این موضوع مطرح میشه و طالبان آمادگی خود دارن، ایالات متحده آمریکا هم آمادگی خود دارن، منتظر این موضوع. سپاس جناب احمد زای صاحب. قلاتوال صاحب، که پوښتنه په دې ډول مطرح کړو چې زلمی خلیلزاد چې د دې پروسې په برخه کې ډېرو داسې زمزمې کولی چې مخالف دی ولسمشر غني سره، هغه به پرې نه دي چې نهایي نتایج اعلان شي او بیا ورپسې د تحلیف مراسمو کې هم شاید دا ستونزې وي، خو موږ نن ولیده هغه هلته و سړه سینه مسایل تر هغه اورېدل تر څو چې راکټ واورېدل. خو که راشو یو ذهنیت دا هم شته، یو پوښتنه چې یو ډیل وشو، یو څه غني ورکړل، یو څه غني ترلاسه کړل د امریکا سره، دا ورکړه راکړه په څه ولاړه ده؟ مخکې له دې نه چې ستاسو پوښتنې ته ځواب ورکړم، بخښنه غواړم که وخت راته راکړي، یو دقه وخت لرو. زه به دې اول د هغه چاته چې دغه کورګړې جګړه لا هم لمن ورته وي د شاعر په یو کلام باندې به ورته ځواب ووایم. هغه د څوم صنف مکتب کې چې زما په فزیک کې تر اوسه پورې هم ثبتی وایي یو ورځ چیرې په لاره تېرېدم، زه ناڅاپي د ونې لاندې ودرېدم، زه دوه مرغۍ شوې پاس په ونې کې په جنګ، دواړه غونډې کلوله شوې په دې رنګ د غونډس کې غوندې لاندې ولوېدلی و، پیشي ټوپ کړه دواړه غبرګې ونیولې، چغو پخ شورو فریاد یې وکړ ډېر، ولې څه کېده چې وخت و ځینې تېر، نفاق دواړه د غلیم په خوله کې ورکړې، غلیم دواړه ریزمري زبر کړي، او د نفاق ونه ثمر نه لري یاره نه به وڅکې میوه ترې مزه ده. دوه مرغۍ څوک دي؟ ډاکټر عبدالله، ډاکټر غني. په د افغانستان د ټول زی دخل تشبیه کړي له دوه مرغۍ سره، او طالبان په دې مرغۍ کې کچیر خیر کچیر ته دغه بی اتفاقی روانه او تاسو په دې باندې ډاره اوسېږي چې کومه پیشو چې ورته غلې ده دا به ټوپ کوي، او دغه پیشو څوک ده؟ یعنی دغه غلیم چې منتظر ده فرصت، دا پیشو چې تر اوسه پورې دا جګړه په مختلفو نمونو باندې په افغانانو باندې امریکا ده مشخص تاسو مو ځان تحلیل کولای شئ، خدای پاک چلی امریکا، خدای پاک چلی دلای دی په حکمت او معجزه پیژنو کنه. د جګړې د دوام اړخونه واضح امریکا په افغانستان کې، زه هیڅ شاته د څوک نه مخاطب کوم، یوازې به امریکا هم مرغۍ په منځ کې، یوازې به امریکا د امریکا ده، یوازې به امریکا هم نه وي، ولی نور لوبغاړي هم، یعنی څو نورې پیشو هم شته، څو نور غلیمان هم شته، ډېر زیات هم نه کوم. بهرحال تنور ګرم ډوډۍ یو د قبل لرو جامی صاحب ته ورکو. آقای جامی، در کل با یک وضعیتی که حالا روبرو شدیم، کی بیشتر منفعت میبره اگر ما ادامه بتیم به این وضعیت؟ و آقای قلاتوال یک شعر خیلی طولانی از نصاب تعلیمی افغانستان گفتن که خیلی هم مشهور است، کسی هست که از این فرصت به اصطلاح آب را گلالودتر بسازن، و کسی باشه که مثل سایر موارد در آخر خط و در دقیقه 90 از این وضعیت استفاده بکنه و بالاخره ما بریم به یک وضعیت خدای نخواسته بدتر از این؟ دقیقا کسایی که زیان میبینه دو بزرگواری هستند، دو دکتر صاحب هستند که در نظام هستند، احزاب ما هستند، نظام ما هستند، ساختار ما هستند و مردم ما هستند که بالاخره باز هم بیشتر آسیب میبینند و زیان میبینند. منفعت کی میبره؟ منفعت همو کسایی میبره که در بحث منفعتی خود، در مواد مخدر، در تروریسم، در بحث‌های جداگانه دیگه که ما میفهمیم هم به سطح همسایه‌های ما، هم به سطح منطقه، هم به سطح بین‌الملل، اونا نفع میبرند، و در نهایت کسی میاد در نظام و ساختار و همی دستاوردهای نیمبنده که با قربانی دادن بیش از حد انسانها و بالاخره ضایع کردن منابع به دست آمده ایره از ما میگیره و ما ناگزیر همو دور باطل را طی میکنیم. پس در نقطه صفر که آمدیم، یکی از این حلقات که میگیم، این حلقات خب همون رقمی که بحث شد، ما شما شاهد از اینا خواهد بودیم که وقتی ما بر پشت میز مذاکره با طالب اگر واقعاً کسی هست که تا این حد خطرناک است، ولی نه قلاتوال سه واضح گفت، نامش گفتن گرچه ما بارها گفتیم، نه شما میخواین واضح بگوین، وقتی قدر یک کشوری است، یک ساختار خطرناک است، چرا نامش نمیفهمیم یا نمیگیم؟ نه نامش میفهمیم. یک چیز ما بر شما میگم که در این بین طالب هم نیست، در این بین نظام ما هم نیست. طالب هم طالبه که وقتی افغان خود ما هست، افغان ما هست، از جغرافیای ما هست، او هم آسیب دیده، سرباز ما هم آسیب دیدم، ما هم آسیب دیدم، همگی آسیب دیدن. ولی او آدمی که منفعت میبره، اونمو حلقات استخباراتی بزرگ هستن که به سطح دنیا، امریکا هم صدمات خیلی جدی دید. تنها امریکا نیست در اینجا. امروز برین روسیا. شما نظام و سیاست کلان استخباراتی دنیا رو ببینین، در اونجا بر شما معلوم میشه کیها در رأس هستن و در منطقه کیها قدرت‌های بزرگ هستن. سپاس از شما جناب قلاتوال صاحب، لطاسی هم منندویم، او احمد زای صاحب لطاسی هم منند چه راغلی و رسنامه ونده وقت سلیدون کو تاسی تربیه پا الله سپارم او منند. Thank you.